حالا به هرون ذکر شدی تا میفرمایند در زمینه اهمیت تورا خوندن، میفرمایند که هر کسی که امکان داره که تورا بخونه ولی تورا نمیخونه، این شخص کار بسیار اشتباهی کرده. همونطور که خخامی میفرمایند تلمود تورا کنگت کولام، که تلمود تورا برابر با تمام میسفوت تورا و لو علینو بیتور تورا کنگت کولام هستو، یعنی بیتور تورا برابر با کل اوروت، برابر میکنه با تمام گناهان. و میفرمایند برابر این شخص باید بخونه، یاد بگیره، توضیح بده و هرگز وقتشو به بتالت نگذرونه. کسی که وقتشو بیاد به بتالت بگذرونه، این لوالینو این خطای بزرگی کرده. و میفرمایند کل همه وطل ات اتورا معوشر، هر کسی که بیاد به خاطر اینکه پول و ثروت و سرمایه و بیزنس و اینجور چیزا داره و این وقت میتونه بذاره، کمتر میتونه به سر کار ولی نمیذاره، مجبور نیستش بره سر کار، یا به هر صورت سرش رو مشغول میکنه با داراییش و سرمایهش و سرمایه گذاری و غیره و غیره، که در صورتی که میتونه کسی رو استخدام کنه که اون کارو بکنه، یا تمام دلایلی که خخامی میارن ولی نمیکنه و به جای اینکه تورا بخونه خودش رو مشغول میکنه به پول، سوفول و تلام اونی خصف شالوم، نهایتاً تو عمرش این آنی میشه لوالینو، این فقیر میشه و در فقارت هم تورا نمیخونه. و به عکسش هم هست، کسی که میاد در هر صورت حتی با اینکه آنی این فقیر پول نداره، سرمایه نداره، ولی توراشو باطل نمیکنه، نهایتاً اقلش باخو کمکش میکنه که این بیاد ثروتمند بشه و حتی در اوج ثروت و دارایی و سرمایه حتی اون موقع هم بیاد تورا نگه داره. به ذات داشته اقلش باخو کمک کنه که امروز که لک با عمره ما بتونیم همونطوری که ربی شیمون بر یوخای زخوتا تاگن آلنو بقول هم اسرائیل به نمر آمن، انشاءالله به عزت هاشم ما هم میتونیم مثل ایشون در همه شرایط تورا بخونیم. اون موقعی که تو غار نبودن تورا میخوندن، اون موقعی که تو غار بودن هیچی نداشتن در شرایط بسیار بسیار سخت تورا خوندن، ما هم هاشم کمکمون بکنه که ما هم بتونیم در همه شرایط تورا بخونیم. ما از بیتور تورا دوری ورزیم به نمر آمن.